خب توی چپتر ده راجب کنجانکشنز راجب حروف ربط خوندیم حروف ربط رو گفتیم دیگه وقتی ما دو تا جمله دو تا چیز دو تا شی به هم دیگه وصل میکنم مثلا ببین چیا بودن and but or because of so we need sugar, bread and coffee I studied but I failed I have coffee or tea for breakfast I gave her some flowers because she helped me at work the movie wasn't very interesting so I didn't watch the end خب اینا همه رو گفته بودیم که و واسه اند واسه ارتباط بین چند تا چیز بود با با واسه کانترست و تضاد بود اور واسه آپشن هایی که داشتیم بود because واسه زمانی که می‌خوایم دلیل چیزی رو توضیح بدیم سو so هم زمانی که می‌خوایم ریزالت چیزی رو توضیح بدیم مثلا میگفتیم که مو... the movie wasn't very interesting مویه خیلی interesting نبود جالب نبود پس I didn't watch the end که گفتم خیلی هم مهمه کانجانکشن ها کلی هم ازش تمین حل کردیم تخصیص تخصیصگرها من با فارسیش خیلی مشکل دارم واقعا uh, determiners determiners یعنی چیزایی که آقا مثلا یکی که براتون اینجا نوشتم this book this that these those دیگه اشاره نمیکنم چون دریایی از توضیح رو مثال داشتیم براش توی مقدماتی دیگه اینا رو نمی فقط یه مرور میکنیم much many برای مقدار اون یکی واسه تعداد How many چه تعداد How much چه مقدار Very so too و enough بود که هر کدوم رو گفتیم چه تفاوت هایی با هم دیگه دارن الان جاش نیست که همه رو باز بکنیم A few, a little, few و little چی بود فرقاشه کچولو بگم گفتیم a few یعنی تعداد کمی ولی منظور ما منفی نیست مثلا میگی I have a few books یه تعداد کتاب دارم ولی وقتی میگی I have few books یعنی تعداد کمی کتاب دارم منفی I have a few friends تعدادی دوست دارم تعداد کمی دوست دارم ولی وقتی میگی I have few friends یعنی دوستای خیلی کمی دارم منفیه پس اونی که ای رو نداره پشتش مثل few و little جنبه منفیش رو میخواد بگه خب چپتر بعدی چی بود؟ چپتر 12 pronouns زمایر زمایر چی بودن؟ همونه که اومدیم گفتیم مثل subject pronouns مثل I, you, he, she, it, we, they به عنوان فایل استفاده میکنیم مثل گفتیم I go, you go, he goes, she goes I study, you study. Object pronouns که کل راجبش مثال خوندیم مثلا گفتیم You talk to me I gave you the book همونی که بود مثلا Me, him, her, them, us اینا بودن Possessive adjectives هم یعنی مثلا My car, your car, his car, her car در واقع صفات ملکی بودن که پشت اسامی می آمدن. My book, your book, his book, her book, their book, our book Its name, اسمش و در نهایت تو چپتر 13 هم در مورد چی خوندیم مودالها ها یا افعال کمکی و چی مثل ماست که گفتیم باید رو میرسونه هفت باید رو میرسونه هست تو برای هیوشیو ایت بود گفتیم آی هفت گو یو هفت گو هی هست گو شی گو اینها حد تو گذشته اینها این بودن کن و کود شودو گفتیم که چه کاربردهایی دارن می و مایت رو گفتیم که معنی ممکنه احتمال داره کنکود هم میتونم حالا خیلی کاربردهایی براش خوندیم شد به معنی توصیه مثلا بهتره باید این کارو بکنه حالا مثلا باید توصیه طور I would like a... یعنی وقتی میگی یه چیز دلم میخواد مثلا I would like a tea چایی میخواد uh, uh, yeah. I would like, a, I would like uh, a cup of coffee مثلا خب گفتیم واسه زمانی که میریم یه جایی میخوایم بگیم من فلان چیزو میخوایم نمیگیم I want a pizza میگیم I'd like a pizza mm. این شکلی واسه این زمان ها استفاده می شد این خلاصه هر آن چیزی بودش که ما گفته بودیم مطمئن میگم توی دیگه شما حساب کنال لیم دانیم ست چلقه که شد با هم دیگه صحبت کردیم در واقع براتون توضیح دادم دیگه بیشتر از این باید دوباره همه کورس از اول میگفتیم دیگه اگر با اینها اوکی بودید یعنی اینکه دوره رو خوب دو... گرامرتون در سطح مقدماتی اوکیه یا اینکه اگر از دانشجوی خودمون بودید یعنی اینکه دوره مقدماتی رو خوب گذروندید و همیناشو خوب هرگید و همه چیز یادتون و همه چیز اوکیه ولی اگر مشکل داشتید حتما حتما بهتون توصیه میکنم که یا دوره مقدماتی رو اول تهیه بکنید چون این دوره براتون سنگین خواهد بود چون هیچ کدوم از مطالبی که تو دو دوره مقدماتی گفته شد اینجا دیگه تکرار نمیشه اگر هم چیزی تکرار بشه تکرار نمیشه تکمیلی اون قسمته دیگه چیزی به عنوانه تکرار ما توی این دوره ها نداریم چون قرار مطلب کاملا جدید باشه براتون و یا حالا اگر نمیخواید دوره رو تهیه بکنید خودتون رو به هر صورت به دوره مقدماتی برسونید مطالبی که اینجا بهتون گفتم حداقل الان دیدید دیگه کاور شد براتون چیا گفتیم تو مقدماتی باید اینا رو بلد باشید که الان بیاد سراغ دوره اینترمدیت حالا الان برای اینکه مطمئن بشم این مروری که الان اینجا کردیم واقعا یادتونه و واقعا سطحتون مناسبه میخوایم بریم یه دونه تست هم با از همه این چیزایی که گفتیم با همدیگه داشته باشیم یه تست بی‌نظیر یه تا سوال میخوایم ما هم دیگه حل بکنیم پاز میکنم شما جواب رو میدید و بررسی میکنیم که حالا چرا شد و چرا این شد چرا اون شد و بعد دیگه وارد درس میشیم این ریویو واقعا لازمه چون برای عبور کردن از دوره مقدماتی به متوسط باید خیلی مراحت بشه که اون جنبندی شد و یه رفرش بشه ذهنمون و بعد بریم سراغ دوره متوسط پس بریم ما هم تست رو حل بکنیم